الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. افسوس، افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت، تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. بس سعی نمودیم که بینیم رخ دوست، جانها به لب آمد رخ دلدار ندیدیم. ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر، آبی به جز از خون دل خود نچشیدیم. یا ولی عصم، ای بسته به زنجیر تو دلهای محبان، همه این دلها به زنجیر تو بسته، ای بسته به زنجیر تو دلهای محبان. رحمی رحمی که در این بادیه بس رنج کشیدی. یا ولی العصم، شمشیر کجت راست کند قامت دین را، هم قامت ما را که ز هجر تو خمیدی. ای دست خدا دست برآور که ز دشمن بس رنج کشیدیم و بسی طعنه شنیدیم. ای حجت حق پرده ز رخسار برافکن، از هجر تو ما پیرهن صبر دریدی. شاها به تولای تو در عهد عنودیم، بر یاد لب لعل تو ما سیر مکیدیم. ما بنا بود که اینجی صحبت نکنم و من نمیخوام. ما از ای آقایی که مرا به شما معرفی کرد، از یه آقا تشکر، ولی من نمیخواستم که یه حرفی برای ما بگوید که من به پیری گمراه کنه. نباید که یه حرفی صحبت ها را برای ما میکرد. این یک دیگه. من دلم میخواست که توسط خود محصلین محترم حوزه بنابر ای بوده که اینا بیاین صحبت کنن، همین جوانای محصل که ما امیدواریم اینا به اجتهاد برسن. بنای حوزه برای امیه که محصلین علوم دینی ما به اجتهاد انشاءالله برسن. خدا را به این روز بزرگ قسم میدیم و به مقام خاتمیت اوصیا سوگند میدیم که محصلین ما را با اخلاق، با تدین، از نظر علمی به سرحد اجتهاد برسن. یه الهی آمین شما یک مزده برای محصلین که این جلسه را برپا نگاه داشتن و اینا باید صحبت کنن. مالان شنیدم گفت یک نفر صحبت کرده، نه پنج شیش نفر صحبت میکرده. لازم نبود که من بیام صحبت کنم، به فکر صحبت هم من نبودم. به هر صورت الان که به زور آمدم اینجا، یک مطلب خدمت شما عرض کنم و اون مطلب یه که در سفارش شده که باید ما انتظار بکشیم.
انتظار ظهور ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف. بعض یا ایره نمی فهمن میگن برای چی؟ یک چیزای می خود می خود یکی میگه و دیگر هم دنبالیش. یعنی چی من انتظار بکشه؟ میگه آمادگی پیدا کنیم. انتظار یعنی آمادگی پیدا کنیم. چرا آمادگی پیدا کنیم؟ خب معلومه که از ولی عصر پیغمبر بزرگوار اسلام به درجات بالاتر بود. امام از حضرت علی گرفته تا ولی عصر 12 امام تمام از امت پیغمبر، تمام از پیغمبر پایین تر. برای پیغمبر کی آمادگی گرفت؟ در یک محیط خرافی شرک، شرک صریح پیغمبر ظاهر شد و اصلاح کرد. 100 سال از فوت پیغمبر نگذشته بود که امی عرب خرافاتی مشرک او قسم اسلام درک کردن که تا اندلس و اسپانیه رفتن و یک مقدار خاک فرانسه را گرفتن و اسلام به همه جا برد. آمادگی چیه؟ این اشتباهه. موضوع درست شکافته نشده. پیغمبر بزرگوار آمد از صفر شروع کرد. روزای آخرم که میرفت قرآن نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین تکمیل شد، خلاص شد. او آمادگی نمیخواست، او بنیانگذار بود. اسلام بنیانگذاری کرد. تبلیغ جبرائیل بود، وحی الهی بود. پیغمبرم به همون روحانیت مقدسی که داشت، کتاب امروز 1,300,000,000 صدا می کنند اشهد ان محمد رسول الله. آن بنیانگذار، برای بنیانگذار آمادگی نمیخواد که کس آمادگی بگیره. بولدوزر میاری زمین میزنی، ساختمان درست میشه. ساختمان دین پیغمبر درست کرد. دوره ولی عصر دوره تکامل اسلام. برای تکامل اسلام آمادگی میخواد. آمادگی میخواد. یعنی اگر ما از نظر خود بخواهیم که تاریخ اسلام تقسیم کنیم، دو مرحله داره. یک مرحله تاسیس، از حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام گرفته تا به زمان حسن عسکری علیه السلام، این فاصله واقع شد. ما باید امروز آمادگی داشته باشیم. قیاس نمیشه مرحله ظهور مهدی موعود با طلوع پیغمبر بزرگوار و طلوع اسلام. او مرحله بنیانگذاری بود، اما جار شرک گرفته بود، هیچ آمادگی نمیخواست. اتفاقا پیغمبر اکرم در جای مبعوث شد که بدترین مردم بودن، خرافی ترین مردم بودن، لجباز ترین مردم بودن. تا به چشم خود در فتح مکه ندیدن که بوتا از خانه کعبه بیرو شد و اونا را شکستندن، فکر میکردن که الان آسمانا و زمین به هم میخوره و دنیا به آخر میرسه، به این بوتا بیادبی شده. دیدن که آب از آب تکان نخورد. بعد فهمیدن که اینا دوچار خرافات بودن. آهسته آهسته همه هم مسلمان شدن، مجبور شدن و چشم خود همه چیز دیدن. خیلی لجباز بودن قریش. اونجا آمادگی نمیخواست. پیغمبر باید میامد اسلام تاسیس میکرد، تاسیس کرد، تکمیلم کرد. الیوم اکملت لکم دینکم. مرحله تطبیق این دین بر کل بشریت روی زمین این مرحله بیرو میشه. نه اینکه امام زمان باید دین کامل کنه. امام زمان دین کامل نمیکنه. دین کامل دین همی دینه. بعض چیزایی که به نام دینه اونا را از بین میبره، خرافات میبره، شرک میبره. و این دینی که توسط وحی جبرائیل و توسط بیان پیغمبر بزرگوار بیان شد و کامل شد، این باید بر او زمان فقط فرصت این نبود. 23 سال دوران پیغمبری حضرت بود.
دین تکمیل کرد، زمینه را در بین بشر ایجاد کرد که امروز یک میلیارد و 300 یا 400 میلیون یا 1.5 میلیارد ما مسلمان داریم. منتها مسلمانای بیحال، نادان، سست عنصر، مذبذب. ما فکر میکنم امی امروز که اینجا نشستیم 1500 سال گذشت، مثلا 1400 سال گذشت، در امی افغانستان ما که اما مسلمانن، فرهنگ اسلامی درست به تبیین نشد، نه علما توانستن، وسائل نداشتن که فرهنگ اسلامی را تبیین کنند، و نه مردم فهمیدن تا اینکه به او حمل کنند. فرهنگ اسلامی هنوز سربسته مانده. نماز خواندن ما، روزه گرفتن ما، مردم ما مسلمانن، اینا یک مطلبه. مسائل این که ما فرهنگ اسلامی را منسجم جامع الافراد در بود جهانبینی، در بود اقتصاد، در بود عدالت اجتماعی، در بود سیاست، ما بخواهیم فرهنگ اسلامی را درست بفهمیم، گمان نکنم که بین مردم مسلمان ما، چی شیعه، چی سنی، چی عالم دین، چی غیر دین، 5%، 1% در افغانستان شاید فرهنگ جامع الاطراف دینی را کس نفهمیده. تا چی رسه به مردم عوام؟ اگر میفهمیدیم وضع ما به ایجا نمیرسید. به این تعصبات قبیلهی و فرهنگی گرفتار نمیشدیم. برای به کار بردن دو کلمه 10 روز در مجلس شورای اولوسی جرگه ما جنگ نمیشد. از تصویب یک ماده عاجز نمیشدن. ضعف فرهنگی دینی ما این باید قبول کنیم. اینا حقایق تلخه. تا نواقص خود نفهمیم نمیتوانیم که خود اسلام. بسیار تمن در بین علمای دینی که فرهنگ اسلامی را جامع الافراد درک کرده باشه. اسلام تکمیله، به اسلام مربوط نیه. به قول او آقا اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که از در مسلمانی ماست که ما نه پدرای ما فرهنگ دینی را بلد بوده، نه ما بلدیم، آینده ای ما مثل ما بی سواد می آیم. ایمان ده که ما چه قسم اخلاق اسلامی پیدا کنیم. اخلاق ما از نظر فرهنگ اسلامی چه قسم باشه؟ اقتصاد ما چه قسم باشه؟ رابطه ما با خدا از نظر فرهنگ اسلامی به چه قسمه؟ رابطه ما در اجتماع انسانی، روابط اجتماعی ما بر چه اصول باید استوار باشه؟ رابطه ما با محیط زیست ما باید چه قسم استوار باشه؟ رابطه ما و تکنولوژی و رفتن به سوی صناعت تا کجایه؟ همه چیز مبهم مانده. در اسپین بردک های از رای قندهار که نیرن، ای در قندهار معروفه، یک نفر المنامی نمیگم که از کدوم قوم بود بده، یک نفر یک هندو را گرفت گفت لالا بیا کلمه بخوان. گفت نمیخوانه، من مسلمان نمیشه. گفت نمیشی؟ او زمانه که دک کلاشنکوف نبود، کار در کشید گفت تو میکشه. گفت نه نه نمیشه، مسلمان میشه. گفت خب بخوان کلمه. گفت بلد نیم، تو بگو که من بد بگم، من بگم. ای منافق، گفت تو هم فهمیدی که من کلمه را بلد نیوم، من بندم. اگر تبلیغ ما این قسم باشه که خود ما کلمه را بلد نباشیم و هندو رو بگویم کلمه بخوان، کار خراب میشه. آنچی بگندد نمکش میزنن، وای از آن وقت که بگندد نمک. این فرهنگ باید تبیین شود. مردم به زور تفنگ نمیشه که شرقانی کنی. به قسمی باید فرهنگ اسلامی بیان شود، منطقی، عقلی، اصولی، فکری، که انسان ها به عقل خود قبول کنن. قبول ممکنه که من تفنگ چر بالای سر شما بگیرم و به شما بگم بگو دو دو سه. اگر نگوی تو رو میکشم، تو مجبوری میگی دو دو سه، ولی من میتوانم قلب تو رو قانع کنم که دو دو سه. اگز
تو میفهمی که دو چار میشه. ما باید عقول مردم قانع کنیم به این قضیه که اسلام جا بیفته. ما این بود مسلمانیم خدا را شکر 99%، ولی اسلام در او جایه که به نژاد ما ضرر نخوره، به قوم ما ضرر نخوره، به خون ما ضرر نخوره، مسئله سمت در بین نیایه. و الا اول نژاد دیوم اسلام، اول قومگرایی دوم اسلام، سیوم خون هم خونی بعض اسلام. اسلام در مرحله اول قبول نمی کنه، گرفتار تعصبات کوره. لذا ان اسلام اگر امروز اسلام 1,500,000,000 تسخیر کرده، این نقص اسلام نیست، ضعف اسلام نیست، زمینی تبیین فرهنگ اسلامی پیدا نشده. ما الان تلویزیون داریم، تا به کجا میرسه تلویزیون؟ تلویزیون در همین شهر کورا داریم که خود کابل هم تاخیر نمیگیره، برق میره، آدم نمیتوانه که بیان کنه. یک وقت بود که نمیتوانست علمای دینی که در تلویزیون یا در رادیو صحبت کنه، الان که او پیدا شده برق پیدا نمیشه. این فرهنگ مانده، دست نخورده مانده. ممکنه که 5%، 10% مسلمان ها فرهنگ اسلامی را میفهمند، 90% دیگه شعر نمیفهمند. کار مشکل اینجیه. خب حضرت ظهور کرد، حضرت چیکار میکنه؟ کل زمین مسلمان میکنه. میکوشه؟ نه. همه قدری صحبت های منطقی کنیم، درست او حرفایی که مکرر گفته میشه به درد ما نمیخوره. یک چیزایی که من وقت خودم برادرای عزیز ما ضایع کردن، یک چیزی باید درست بفهمیم. چی کار میکنه امام زمان؟ توفنگ میاره به جنگ روی زمین میگیره؟ نه. الان همی که ما و شما نشستیم در شور در روسیه که شوروی از بین رفت، در شوروی و بعضی از جمهوریت های سابق شوروی، در اروپا، در امریکا امو قدر اسلحه ذره‌ای هست، یعنی امو قدر بمعای هیدروژنی و اتمی بالفعل الان موجوده که اگر استعمال کنند همین کره زمین که بگذر دا کره دیگه هم باشه به اندازه همین زمین، همه را غبار میکنن و به هوا میبرن. امام زمان میخواه به بمعای نیترونی میاره که همه بشریت تباه کنه. این کار انبیاء و ائمه نیه، کار مهدی موعود این نیه که بیای جنگ سیوم دنیا را او شروع کنه و امر نابود کنه. این که برای هدایت نیه، این قیامت میشه دیگه. چیکار میکنه؟ اگر اسلحه نیاره یک دمی اراده میگیرن، اگر اسلحه نیاره امام زمان چیکار نمیکنه، مثل بقیه ائمه میشه، زورش نمیرسه، مثل علمای دینی میشه. اگر اسلحه بیاره باید فوقی اسلحه بیاره کمترین جنگیه که کره زمین پاشیده شد نابود میشه. کی را هدایت میکنه؟ ای بشر ایکس یک سواله، بعد جواب شهر میگن یک سوالی دیگه. امام زمان میگه چیکار میکنه؟ میگه کل کره زمین مسلمان میکنه. خب مسلمان شد، حکومت میخواه یا نمیخواه؟ برنامه اقتصادی میخواه یا نمیخواه؟ یا بعضی مردم عوام تو فکر میکنن که میگن وقتی که امام زمان آمد از آسمان نان میآید، غذا میآید، پلو میآید، ای پولای زیاد میآید، همه کار ما درست میشه. اینا خیالات بچگانه. این کارا در روی کره زمین شدنی نیه. حکومت جهانی واحد از یک طرف، ببین این حکومت جهانی که تشکیل شود حداقل 5,000 در هر رشته وزیر میخواه، ممکنه که 100,000 وزیر بخواه. او که نمیشه که در یک جا بیایه وزارتخانه اونجا باشه،
کل کره زمینه. ممکنه که کره زمین از نظر وزارت خانه تقسیم شود. میلیون ها نفر متخصص درجه یک میخواهیم در تمام رشته های علومی که امروز است و تا او زمان انوزم توسعه پیدا میکنه. امام زمان که تنها کار نمیتواند، خدا این کار نمیکنه که یک نفر فوقلاده برای مغالب کنه. ولو شاء لهداکم مجمعین، این کار خدا نمیکنه. دنیا دار اسبابه. از میلیون ها نفر ما متخصص میخواییم در فیزیک، در کیمیا، در بیولوژی، در جیولوژی، در طب، در فیزیولوژی، اینا ما متخصص میخواییم. اونجا اقتصاددان های درجه یک میخواییم که اقتصاد جهانی را کنترل کنه. او قدر رفاه اقتصادی میایه که در بعض روایات داره هیچ کس محتاج نمیمانه، پول میارن عرضه میکنن، مردم نمیخواین. مردم هم از نظر نیازهای مادی اشبا میشن و هم از نظر نیازهای اخلاقی اشبا میشن، حرص از بین میره. اینا از آسمان نمیاد، باید متخصصین باشه در اقتصاد، در سیاست، در رشته های علوم انسانی، در علوم دینی. امام زمان بیایه بعضم این ملا، بعضم از شر ملا بیغم نمیشن، بعضم این آیه، بعضم این آیه. امام زمان یک فرد انسان در یک سه کره زمینه، یک بقیه یک کره زمین چیکار میشه؟ در امو زمانی که امام صادق در کوفه بود، در مدینه عالم بود، در شهرستانهایی که ایران، مثلا افغانستان، یمن، جای دیگر، اما علمای دینی کار میکردن. میلیون ها نفر ما مجتهد میخواهیم، مجتهد میخواهیم، ارتباطات میخواهیم که از سر عالم از امام سوال کنن مسائل جدیده. ممکنه که در اون موقع هزار دانشگاه برای علمای دینی با آخرین سیستمای مدرن عصری برای تعلیم طلبه درست شود و همچنین برای رشته های علوم تجربی و علوم انسانی. امام به تنهایی خود کار نمیتواند، دچار اشتباه نشه. من باید با او افرادی باشه که کار کنن. یعنی فهمیده شد؟ میگیم آمادگی پیدا کنیم. یعنی چی آمادگی پیدا کنیم؟ یعنی اولا باید خود از نظر اخلاقی اصلاح کنیم. در دستگاه حکومت او روز دیگر رشوت خور پیدا نمیشه و نباید که پیدا شود. اگر امام زمان همی الان ظهور کنه، کابینه همی کابینه باشه، هیچ کاری نمیتواند. اما دوست چکار میکنید؟ اگر تو در خانه خود باشی آدم خوب، مدیر مدبر، مدیر مدبرم باشی، ولی سه تا پسر داری، دو تا دختر، هر پنج تا دوست، پولای تو رو میخورن، برنج میخری، برنجار میبرن، میفروشن، تو چیکار میکنی؟ آخر ورشکست میشی، افلاس میشی. این همیشه که امام بیایخ و اراده قوی پروردگار فوقلاده بر روی زمین حکومت کنه. اینا خیالات ماه. باید او کسانی که با امام کار میکنه اونا در درجه بالای از عدالت باشه. او 313 نفری که با امام نیک باید باشه، نه اینکه الان نیه هست، الان 1 میلیون نفر خود قربان امام میکنه در امی افغانستان. امام که بیاید با سریبونیه، با او افرادی که میگن فوق معصوم و فوق عادی و پایین تری از معصومان. چیزایی درباره و 313 نفر نوشتن که یک نفرش مران شاید پیدا نشود. آمادگی معنیش چیه که من میگم آمادگی پیدا کنیم؟ انتظار بکشیم، در حال انتظار باشیم. یعنی اولا از نظر اخلاق خود باید درست کنیم، از نظر عقاید، از نظر فرهنگ اسلامی را باید ما باید بفهمیم. الان یک معلم در صنف 3 و 4 میخواین مقرر کنن، ای آقای معلم 12 صنفم خانده، نمیگذارن که برو او معلم شوه، نگبرو به دارالمعلمین.
چند سال برو کار کن، درس بخون که تعلیم یاد بگیری که چی قسم به مردم تعلیم میدی. برو در اون معلمی، اونایی که میخواین در حکومت مهدی موعود عجل الله و تعالی فرج و شریف شرکت کنن، آدم های معمولی نیه. حکومت حکومتی که بر پایه‌های اخلاق و اعتقاد استواره. ما باید اصول دین خوب بفهمیم، اخلاق ما خیلی خوب باشه، روش جهان یعنی طرز فکر جهان بینی ما باید خیلی حداقل اگر عالی نباشه باید متوسط باشه، حداقل باید فرهنگ اسلامی را حداقل 80% باید بفهمیم که ما الان تا 10% هم نفهمیدیم. اونا باید باشن. چی را میخواییم؟ ما وظیفه ما خیلی سفارش شده که بگه من دعوام عجل فرجه بایدم بگیم، ولی تا زمانی که ما خود اصلاح نکنیم به زبان نگیم خدای فرج امام معجل کو زود کو، ولی در عمل خود میگیم نه معطلش کو، آمادگی باید پیدا شو، آمادگی پیدا شو. من یک قصه رو برای شما بکنم، یه قصه بد نیه که وقت شما را نگید. یک وقت یک نفر عالم در کربلا سخنرانی میکن، گفت مردم بی خود نگین که قدر زیاد نگین الله و معجل فرج، وقتی که آمد و ما درست نبودیم کشته میشه. خب راست میگفت که یک دفتر که گفت در او زمانه این مردم متعصب عجیب و غریب و خستن. یکی گفت ها راست میگی تو، ما یه قدر عمر تو را عالم میگفتیم احترام میکردیم، حال معلوم شد که تو دشمن امام زمانی. فوش دادن. یکی گفت راست میگه، اگر امام زمان ظهور کنه کسی باید به این پول سهم خود نمیده، پولا اونجا میره این مفله. هر کس یک چیز گفت، این ترسید و بالاخره به یک قسم پایین شد و فرار کرد رفت به خانه و در خانه رفت پوش. بعد گفت هر کس که آمد وانه کنه من میکوشه این مردم. یک ساعت گذشت، امو کسی که به این 20 سال برای جید جانماز منده در حرم امام حسین، در سان امام حسین، او آمد در زد وانه کردن اینا ترسیدن. بعدم جانماز گریف از بالی با من دخت برای خانه، گفت بی دین کافر، این 20 سال من جانماز برای تو آوردم، خیال میکردم که تو عالمی و با ائمه اعتقاد داری، من خبر نبودم که تو دشمن امام زمانی، جانماز برای تو من دختم رفت. فردا شد امی خادم آمد پس با من در ازت وانه کردن. آخر گفت به خدا به قسم برای چیز من آمدم، برای دعوا، برای عذر آمدم. و خیلی گفت و گفت، بعد فهمیدم که نیت شر نداره. در روا کرد آمد دستای امی عالم بوسید، گفت من دیروز خیلی به شما بیادبی کردم، ولی نادان بودم، از نادانی شد. بعد گفت شب فهمیدم که حرفای تو بر حقه. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من خواب دیدم. گفتم تو که خواب میبینم که یک دفعه اعلام کردن که امام زمان ظهور کرد، همه رفتن و من رفتم تو مقام به خدمت شما حاضرم از ما پیشتر. گفت امی خانه که از تو هست درست تو خریدی، تعال خبر نبودی، نشستن در این خانه جایز بود، اما برو این خانه از فلانی در فلان وقت فلانی غصب کرده بود، بعد قبالی شمجالیه، برو این خانه رو به فلانی رد کن. گفتم چشم. گفت رفتم و او خانه رو دادم، ولی دیگه مو اعتقاد سابق که نمان دیگه. گفتم یه جب امامی که بود اول مر به خانه کرد، ولی گفت او کار کردم رفت که آمدم. گفتم آقا خانه رو به صاحبش تسلیم کردم. گفت خوب کردی. دوم این زن تو با تو شیر خورده بود، تا الان تو خبر نبودی، این زن بر تو حرامه، برو زن از خانه بی. وای خانه که رف المادر بچه هم از دستش رفت. گفت این خواهر رضایی توه. همه که یک کمی صبر کردم، بعد گفتم لا حول ولا قوه، چاره چیه؟ رفتم به زن گفتم که برو تو هم تو خواهرم بودی، مدت ما تو همه فعل حرام به جا آوردیم، ولی خبر نبودیم دیگه، عقاب نداره. گفت زن خودم بیرو کردم. آمدم گفتم آقا مادر بچه هارم بیرو کردم، لیکن او خوب بود، از مادر بچه ها راضی بوده. الان اگر بگید چی از خدا بگید و چی شوق برو بگید. خب هر شود که بعد که آمدم گفتم آقا ما به خدمت حاضرم. گفت همین پسر خودم بکش.
در فلان جا قتل کرده، ای کار کرده، ای کار کرده، تو بی خبری، حد بری جاری کن. گفت خانه که از دستم رفته بود، زنم که رفته بود. گفت ما باش گفتم که تو امام زمانی، اصلا ما گمان نکنم تو سید باشی. و این قساوت قلبی که تو داری، اصلا سیدم نی تو. چی حرفایی میزنی؟ ما برون با چی خوشم؟ گفت همی حرفا که به امام میگفتم از خواب بیدار شد. خامیدم که واقعا همی تو بوده. ما باید آلیت پیدا کنیم برای او حکومت، نه ارتباطات، نه پاکبازیه، نه دروغ میشه و امامم برامو حکم واقعی عمل میکنه. هم دستایی علیم بوزید، گفت من بد کردم، تو راز گفته بودی، من لیاقت نداشتم. گفت خیلی حرفای تندم به امام گفت. باید آلیت پیدا کنیم. این دوری تکامل فرهنگ پیش میره. دین امو دین پیغمبر اسلام معنی موجود چیز تازه نعوذ بالله نمیاره. اسلام همی دین خدایه و رضیت لکم الاسلام دینا. ولی او فرهنگ باید درست تطبیق شود. حالت انتظاریه. امروز شما بیاین در می افغانستان چند نفر متخصص ما داریم؟ چند نفر ما متخصص درجه یک داریم که فردا اینا در وزارت خانه ها مشغول شوند و برای چهار برابر افغانستان برنامه ریزی کنند؟ نداریم. چند نفر انجینیر داریم؟ چند نفر ما مبتکرین داریم که بیاین تکنولوژی جدید بهتر از این روز را به وجود بیارن؟ نداریم. 70% مردم ما بی سواده، هیچی نمیفهمن. خب ما علیت نداریم، ما نمیتوانیم در اون حکومت شرکت کنیم. با این علم کمی خود حوزه های علمی ما میتونن، اینا لیاقت ندارن که در دستگاه وزارت خانه برون و امر تبلیغ به دوش خود بگیرن. اینا ناقصن. اکثرا 80% مهندسین ما، انجینیرای ما، متخصصین ما در رشته های مختلف تکنولوژی که امروز در جهان اسلام هم نیه. او بیای امام زمان چیکار میکنه؟ چه قسم اقتصاد شکوفا کنه؟ برنامه ریز میخواید که اونایی که حرف امام به بفهمن، هدایاتی که او به طور کلی برای اداره شهرها سراسر کره زمین صادر میکنه و درباره اقتصاد صحبت میکنه، سیستم اقتصادی اسلامی رو بیان میکنه، اصول کلی عدالت اجتماعی رو بیان میکنه، مسائل عمومی فقه و شریعت رو بیان میکنه، جهانبینی اسلام رو بیان میکنه، چند درصد میفهمن؟ حکومت فلج میشه. آمدن امام زمان او آثاری که میخواییم با دیگه دو برآورده نمیشه. لذا پیش از آمدن امام زمان آمادگی میخواه. علمای دینی باید تا سرحد به اجتهاد پیش بروند. متخصصین امروز همین الان که ما نشستیم مسئله متخصص مطرح نیه، الان فوق تخصص در بین ما هزاران نفر فوق تخصص میخواییم. سیستم اقتصادی اسلام الان نه در مدارس دینی ما تدریس نمیشه، تا چی رسه که در پوانتون ها و در مکاتب دولتی باشه. هیچ از سیستم اقتصادی اسلام خبر نداره. وقت نظم جهانی منسجمه، شاید به ظرف خیلی کمتر از 5-6 ماه بر کل کره زمین مسلط شود و با اینا اداره میخواه، اداره میخواه. هیچ وقت امام نمیاد که بگوید ما مخالف اکتشافات عصرین، از این مدرنتر میشه، از این بهتر میشه، متخصصین میخواه. ما او تو چی یاد گرفته؟ لذا ما آمادگی نداریم، امام هم ظهور نمی کنه. معنای انتظار همیه که میگه افضل الاعمال انتظار الفرج. ما این باید این آمادگی رو در وجود خود پیدا کنیم، این آمادگی رو در وجود خود پیدا کنیم و ما بتوانیم که وقتی که حضرت ظهور میشه چند میلیون متخصص در فقه، در عقاید، در فرهنگ اسلامی، البته بعض نواقص داریم وقتی که، ولی ما اگر متخصص باشیم یا به فوق تخصص برسیم و دستورای کلی از امام برسه اونا رو میفهمیم. ولی اگر مثل ما واری طلبه مبتدی باشه و هرچیم که امام بگویه من نمیفهمم. شما پسر تو الان پسر دستالیخ بفرست به پوانتون،
ببین که او حرفایی که یک استاد در پوانتون میگه ای پسر ده ساله تو صد یک شعرم میفهمه؟ نه نمیفهمه. ما باید استعداد پیدا کنیم که مو ارشادات امامم بفهمیم. در اقتصاد همیتون، در عدالت همیتون، اجتماعی همیتون، در اداری حکومت، در رفع منازعات. این یه که تمام دو نفر دعوا میکنه پیش امام میایه و امام حکم واقعی را بیان میکنه. کل کره زمین میتوانه که مثلا در مکه برو یا در نجف برو؟ نه. مردم به جای خوده. باید علما برو، باید نماینده امام باشه. و اونا باید سیستم قضایی را خوب درست بفهمه. همانگی را فهمیده؟ با او اصلحه چکار میکنه؟ امام با خود ما فکر نکنم اصلحه بیاره. همی اصلحه از کار میفته. این نظر من چطور اصلحه از کار میفته؟ همی کلمه با شما میگم این اصلحه از کار میفته. ما خودم همی نظریه را تا 20 سال بیشتر قبول نداشتم. ولی ما به چشمای خود دیدم که اصلحه از کار افتاد. ما به چشمای دیدم. الان ما همی را قبول میکنم. در کجا تجربه کرده؟ شوروی. امی الان که نشستیم به شما گفتم دیگه روسیه و بعضی از جمهوریت‌های شوروی سابق همون قدر سلاح اتمی داره که زمین نابود کنه. ولی دیدین امی اصلیه تا به امروز باقیه. شوروی چیکار شد؟ بر شوروی یک بم اتم استعمال نشد. اتحاد جماهیر شوروی پاشید، نابود شد، رفت. کمونیسم بین المللی از بین رفت. کی را زد؟ کس؟ اگر امریکا میفهمید که من میتوانم شوروی را نیم ساعت غافل کنم، معطل نمیکرد. چند بمی هیدروژنیل به شوروی منداخت. ولی حضورش نمیرسید. میترسید که اگر در محاسبات خودش جنگ سیوم جهانی که شروع میشد، او به 10 روز و 20 روز نبود. کلش یک روز بود. منتها برد با او کسی بود که نیم ساعت طرف خود غافل کنه. و اینا نمیتوانستن، نه شوروی نه امریکا، که طرف خود غافل کنن. اگر میتوانستن نیم ساعت غافل کنن، جنگ سیوم وقت شروع شده بود. یک طرف غالب میشد. ولی این کار نتوانستن. نه میتوانست که او را غافل کنه شوروی، نه شوروی امریکا. ولی دیدن که پیش چشم ما و شما در آخرای جنگ جهاد افغانستان شوروی از بین رفت. چطور رفت؟ اصلی مغلوب شد؟ نه مغلوب نشد. هیچ کس برو یک بمای معمولی را ننداخت در شوروی. از داخل پاشید. نظام از داخل خود مثل برف آو شد. مثل یک تپه خاکی بود که یک دفعه زمین چاک شد و خاکا را پس هم پوغانه را دیدن که پوف میکنند به چایی قدر میشه یک سوزنی که بش بزنی پس بعدش میره یه قدر ریزه میشه. اینه توشون از داخل پاشی. دیگه مردم دیدن که این نظام نظام انسانی نیه، این نظام کمونیسم. میلیون ها دلار برای ترویجش پخش کردن، میلیون ها نسخه در روز روزنامه ها برای تحکیم کمونیسم بین المللی و انترناسیونالیزم بین المللی و خیلی پیر دروغایی که داشتن خرج کردن که مردم قانع کنن. در عمل این نظام برای انسانیت مفید نبود. از داخل شکست خورد. وقتی که ما از میدان هوایی مسکو در هیئت مجاهدین که شوروی رفتن طرف می رفتن، همو وزیر سیار وزارت خارجه فارسی بود در پاکستان هم در مجالس رسمی با ما ملاقات کرده بود و صحبت کرده بودیم. بین راه که می رفتن گفتی پمپ بنزین برای ما ایتالیا درست کرده. آقای موسینی ما زمین داره، کارگر داره، آب داره، شکای مای درست نه. گفتم ما که صد دفعه به شما گفتیم، کتاب نوشتیم که کمونیسم قابل تطبیق نیه و شما سرسختی کردین به زور طوفان پیش رفته. این نظام با فطرت انسان کمونیسم منافات داره. از اول شما به اشتباه کردین. ما که به شما میگفتیم قبول نمی کردین. این نظام خیلی فطری بود. از داخل پوسید. تا الان تمام بمهای ایدروژونی شوروی سابق و بمهای اتمیش کلش در این جمهوریت های سابق
شوروی که عمدش روسیه همه موجوده، ولی نظام پاشید، سرسلامتی شما رفت خلاص شد. بشر در اون موقع از یک طرف فرهنگ عمومی زیاد میشه، تبلیغات اسلامی میشه، از طرف دیگر اونهایی که مسلمانیان در نظام های لایک با فرهنگ مادی زندگانی میکنن، از زندگانی خود سیر میشن، میبینن که اما پوچه مثل امو بوتایی که مشرکین مکه دیدن که از خانه کعبه انداخته شد، زیر پایشان شکست، از مسلمان آب از آب تکان نخورد. به امی قسم این فرنگای مادی در جهان مادی امروزی این امی قسم میپاشن و این حکومت ها مثل حکومت شوروی امی قسم از داخل میپاشن، اصلیه به جای خود میمانه. ما در شوروی دیدیم، اگر این شوروی نمی بود یه قصهش نه من قبول میکردم، اگر میگفتم شما قبول نمیکردیم که چطور اصلیه از کار میفته. این امی قسم که در شوروی افتاد اصلیه تا به امروز موجوده، یک بمی اتم، یک بمی هیدروژنی در شوروی به کار نرفت، نه از خارج بر علیشان استعمال شد. اصلیه دست نخورده من نظام از داخل پوسید. دیگه مردم از بیشتر تحمل شرن داشتن. در مسیر تکامل انسان ها این همی قسم میشه، تمام فرهنگای مادی در سراسر دنیا میپاشه، از داخل خود میپاشه و اسلام به عنوان یک روش جدید، یک دین قوی، اون موقع مردم میفهمن که ما چقدر در نادانی و جهالت بودیم. فرهنگ اسلامی به طور درست قبل از آمدن امام با اونا تفهیم میشه، یک آمادگی عمومی پیدا میشه، جرقه را حجت ابن الحسن میزنه و پشت به خانه کعبه میکنه، از اونجا صدایش بلند میشه، کل اینا میریزه. بعد دیگه اون لشکر 10,000 نفری از مکه حرکت میکنه. جنگ فرهنگ، نه جنگ شمشیر، نه جنگ فیزیکی. برای مردم امام زمان برای این نمیه که بشر نابود کنه، کفار مسلمان میشه، دین اسلام از نظر عقلی قبول میکنه، شرایطش فراهم شده توسط پیروان امام مهدی موعود عجل الله و تعالی فرجه و شریف. فهمیده شد که چی از کرده؟ الان موعود برای ما و شما مستحب موکد، همیشه باید بگیم اللهم عجل فرجه و سهل فرجه، خدا امام برسن. ولی این گفتن مایه، عمل ما برخلاف این گفتن مایه. ما وقتی که در جامعه ما 70% به سواد باشه، از زن و از مرد ما میخواییم چکار کنیم؟ چه بسیم یعنی؟ ما وقتی که امروز حتی زکات به فقرا ندیم، حتی خمس سالانی خوند ندیم، بعد ایک نه سلی رحم داریم، نه با مردم دل سوزی داریم، نه از فرهنگ دینی چیزی را میفهمیم. یکی امو 1000 سال پیشتره دیگه، همه تو 1000 سال پیشتره امام ظهور نکرد، علم ظهور نمیکنه. یک تکان باید ما بخوریم، جامعه اسلامی باید یک تکان بخوریم. هرچی که این تکان زودتر صورت بگیره، هرچی که ما زودتر از خرافات دوشیم، هرچی که ما خدا رو بهتر بشناسیم، با خدا ارتباط ما کم شود، هرچی که در بود علمی فرهنگ اسلامی رو بهتر بفهمیم و در بود علوم تجربی و علوم انسانی کوشش بیشتر کنیم، متخصصین بیشتر داشته باشیم، هرچی که ما به سوی تکنولوژی بیشتر بریم، مقدمات ظهور حضرت بهتر فراهم میشه. میبینید که این مربوط به شیعه، مربوط به مسلمانانیه، مربوط به کل بشریت، سرنوشت بشریت یک باید باشه. منتها این زمینی پید آماده کردن زمینی فرهنگی توسط شما میشه. اینا اول میاین، اینا قشر اولا، پوست اولا که دور امام میگیرن، حلقه اولی که دور امام بگیرن، اینا می افراد میگیرن که عقاید دینیش خوب باشه، تقویش خوب باشه و دانایی هم در یکی از این سه رشته داشته باشه، یا علوم انسانی، یا علوم تجربی، یا علوم انسانی. اینا میاین اول مناسبت داره، اینی آمادگیه. ما هنوز یه آمادگی رو پیدا نکردیم. ما وقتی که سود میخوریم با قرض الحسنه هیچ چیز نمیدیم که اگر بمیره بهش قرض نمیدیم، میگیم یک پول سود شد بدیم. راستی ما منتظریم، منتظر کی؟ منتظر شیطان، نه امام زمان.
ما وقتی که 90% ما قرائت نماز خود بلد نباشد، ما امروز واقعا خوشحالم. ما الان فکر میکنم، حدس میزنم، حساب دقیق ندارم، از امی دخترای عزیز من و در کابل، خصوصا در غرب کابل، در جای دیگر هم شاید 10,000 پسر دختر کوچک الان برای قرائت قرآن میرن. یک شوق عجیبیه که باور کردنی نیه که در این فضای کثیف فرهنگی امروزی دخترای ما اینقدر شوق دارن به قرآن خانی و علوم قرآن و تجوید و اینا. زمستان که مکتبات تعطیل میشه شاید از یک بالاتر میرن. یک شوق عجیب پیدا شده بین نسل جوان ما که این قابل تقدیره، هم پسرها هم دختره. ولی وقتی که ما 70% بی سواد باشیم، این لشکری بی سواد برای او امامی که میخواهد سرنوشت کره زمین عوض کنه، بشریت به آسمان ببره از نظر علم و کمال و اخلاق و ادب و ایمان و تقوا و از نظر مادیات که کس احتیاج نداره به پول، به او جا و به او برنامه هایی که امام زمان میاره، این لشکری بی سواد چکار میکنه؟ کاری نمیتوانه. باید بسوی علم بره، بسوی اخلاق بره، بسوی تقوا بره. اگر 70% امروز نمازای ما درست نباشه چکار میشه؟ شب تا ساعت 10، 11، 12 به خیلی آرامی و قشنگی فیلمای سکسی رو نگاه میکنیم. نمیخواییم که مگس پر بزنه. اما وقتی که به نماز رسید بسن رمان 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 امو ملائکه هستن، این نمیفهمن که چی بین میشن. این انگلیسی گفت، عربی گفت، فارسی بود، فرانسوی بود، کردی بود، هیچ معلوم نمیشه. بدود 80% ما و شما نمازای برقی رو میخوانیم. این نمازا نمازای برقی. همین که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بعد برو کو رفته تا که بعدا میکنه السلام علیکم برقی. یعنی منتظره، همین منتظره. یکی منتظر نیه. خیلی برای ما خجالت که 70% قرائت نماز خود بلد نیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک هی و یک عین کس تلفظ نمی کنه، همه را همزه درست می کنه. ما و شما همزه یای و قد همزه میاریم. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یاک نعبد و باز همزه یه، و یاک نستعین باز همزه یه. کل عین و هیر عمل زدیم، خود ما به فتوای خودم زد روز کردیم. وقتی که فردا روز قیامت داریم، اول چیزی که سوال میشه نمازه، این قبلت قبلت قبل ما سوا و این ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول نشد، یعنی ثواب نداشت، بقیه اعمالم ثواب نداره. این چی کار میشه که اگر 70% نمازای ما غلط باشه؟ اوگه ما خبر نبودیم. اما همی شبکه تلویزیونی را حالا ما خصوصی نگم که دیگرها خبر نشود. همی وقتی شرم خبر داریم که هم فیلمه این نیمه سکسی به کجایه، همون موقع فیلم سیبی چیش را میزنیم. همی تونیه؟ نه. از هر چی خبر داریم. یک زنی که رفته بود در شوار خود طلاق میگیری. او قدرش که برای چی طلاق میگیری چیز؟ از شوار خود گفتی اکوی من میبوره نام رقصهای اروپایی یا ایندی را بلد نیه، اونا را غلط تلفظ میکنم، ما از زنای امسنت خود خجالت میکشم. میبینیم که این زنها درای چی فرهنگ بالا شده، فرهنگ شیطانی. اگر به همین زن بگویه که پیغمبر چند تا اولاد داشت، یا نام دختر پیغمبر چی بود بلد نیه، نام زنای رقصه را بلد نیه. امی انتظار، ما به امی قسم انتظار میگذاریم. اینا انتظار نیه، اینا خودکشیه. مثل که آدم چرس بکشه، تریاک بخوره، هروئین بخوره، خود بیوش کن. ما باید در صف منتظرین باشه. بعضی اوقات حکومت که اوضاع خطرناک میشه، هزارات لمبر یک بوتا به پایشانه، توفنگا به دست شانه، هزارات لمبر یک میخواه. ما باید به سوی کمال بریم، به سوی علم بریم. ما الان اگر این سوال کنم از شیرها و از برادرها، همونایی که پوست، همونایی که برق داره، میشه که خانه پیدا شو الان که رادیو تلویزیون نباشه؟ کی نداره تلویزیون؟ خب حالا اگر بگیم امو فقیرهایی که یکی داره دست استقبالا کنه ممکنه، اما اونایی که دوسته 4-5 داره چیکار میشه؟
خب الان ما یک سوال دیگه میکنیم، امونایی که توضیح المسائل داره بخانه و شبانه یک 10 دقیقه اونا را برای خود و زن و بچه میخانه، اونا دسته اقبالا کن. خب چی بگوی؟ ای حالت انتظاره، ای حالت خواب بیهوشیه. خوابم نیه، ای بیهوش. ما و شما بیهوشه، ما بیهوشه. چی بخانی چی نخانی؟ خدا شاهده روز قیامت ذره ذره از ما سوال میشه، سوال میشه. در این شرایطی که از کل دنیا خبری گزارشات میشنوی، از دین خود خبر نیازر نمیشه که توضیح المسائل بخانی، یک چند کلمه مسئله را یاد بگیری، میشه که تو را بیارن برای اداری حکومت جهانی واحد در عصر ظهور؟ نه نه نمیشه، نمیشه. یک کمی به حال بیایی. ما و شما امام دوست داریم. امروز کل شما روز جمعه نیه، روز تعطیلیه نیه، روز تحصیلیه. شاید امروز در کابل خیلی جلسه بوده، در غرب کابل، در شرق کابل. شما آمدیم کار و زندگانی خود گذاشته اینجا آمده. خب معلومه که دوست داریم. من از طرف شما گفتم که ای بسته به زنجیر تو دلهای محبان، رحمی که در این بعدیه بس رنج کشیدیم. شمشیر کجت راست کند قامت دین را، هم قامت ما را که ز هجر تو خمیدیم. ای حجت حق پرده رخسار برافکن، که ز هجر تو ما پیراهن صبر دریدیم. ولی چکار میکنیم؟ ظهور نکنه امه تو گله به صاحب منده، گله به صاحب ظهور کنه، من کاری نمیتوانم. چکار میکنم؟ ما که به خانه ما یک توضیح المسائل پیدا نشد، یکی دو ساعت ما و شما الان به تلویزیون تلویزیونای فاسد میگن شب مصرف نمیشه. هر کس که میگه نه که برق داره، بگه برق هم دارم تلویزیون نگاه میکنه، دست اخبالا کنم. خب اما الان اگر بگویم چند نفر نماز شب میخوانن نیم ساعت، اما الان اگر آدم ساعت 3 شب بیدار شود نماز شب خوانده میشه، چند نفر ما نماز شب میخوانن؟ کجا شد حالت انتظار؟ کجا شد حالت انتظار؟ امام صادق نگه دوست ما او کسیه که اگر در یک شاری که در یک شاری که 100,000 نفر از تقویش از اما باید مشهورتر باشه، اونمو دوست ما. آدم باید کار کنه، برو کار کن، زندگی کو، درس بخوان، دکانداری کو، ولی حلال و حرام کرابوش نکو. ارتباطم با خدا باید داشته باشه. تلفونم که نمیخواه که بگوی مصرف داره. یک دفعه میگی شب میخوادی میگی یا الله، دنیای نور در قلب داخل میشه، قلب چارج میشه. از 125 میلیارد کاکشان این صدا میره به حریم ملکوت خدا میرسه. یک یا الله، هیچ وقت این تلفون خراب نمیشه، هیچ وقت این بی جواب نمیمانه. هرچی که استی بیا، این تلفون خدایه، گرچه که پستی بیا، توبه شکستی بیا، دوست نظر می کنن. آخر شب خلوت است، مقصد عرافت است، عاشق شوریده را دوست نظر می کنن. ای شدی غرق گناه خواب گران تا بکی، چاره درد تو را دیده تر می کنن. عشق بریز از بسر، خاصه در به وقت سحر، عشق در نیم شب زود اثر می کنن. چرا ما با خدا ارتباط نداریم؟ چرا به حلال و حرام مقید نشیم؟ یک وقتی هم میرسه که امر دیگه قبول میکنه، آماده میشه. اسرائیل 1 سال دیگه مولد بده طبق بعضی از روایات، خدا به تو سلام مولد داد. اسرائیل 1 ماه دیگه مولد بده که من خود اصلاح کنم، آمادگی برای رفتن نداره. میگه نه،
خدا به تو مها مولد داد تا که میرسه نگه اسرائیل از روزم میگذره یک ساعت مولد داد. لا یستاخیون ساعتا ولا یستخدمون، یک ساعت نعقب میره نپیش میگیرم اونجا دیگه پشیمانی به درد نمیخوره، کار از کار گذشته، نه بچه به درد نمیخوره، نه زن، نه شوهر، نه برادر، نه خواهر، خودتو تنها میری بین قبر. یک وقتایی که شب میخواهیم بعد میخوابیم چراغ خاموش کردیم، فکر کنیم که بین قبر چی جواب میده، یک فکر باید بکنیم. من خیلی صحبت کردم و این تقصیرش از محسنین محترم من، من دلم این بود که از اول مجلس تا آخر مجلس این محسنین ما صحبت کنم. خوب شمشیر خودم بلی شما تیز میکرد، منبریم میشدن، سخنرانیش هم خوب میشد. خدای تبارک و تعالی هم به می روسیای عاجز قاصر و هم به برادران عزیز شنمندگا و خارای و دخترای عزیز متدین ما توفیق بیشتر عطا بفرماید. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من اعوانه وانصاره. نه من میخوام بگم که دستای گدایش بالا کنیم، گر گدایی کنی از درگه او کن باری، که گدایان درش را سر سلطانی نیست. با ما با هم پروردگارا این دستا را ناامید بر مگردان، حوائج مشروعی امر برآورده بخیر بگردان، فقر، مرض، جهل، عداوت، نادانی را از دلها و خانهای ما دور بگردان، محبت، صمیمیت، برادری، اخوت اسلامی را و ملت های مسلمان خصوص و ملت مسلمان ما مرحمت بفرمان. پروردگارا حوائج مشروع همه را برآورده بخیر. خدایا اگر ما روسیاییم گناهکاریم، اگر بندگی نکردیم، بالاخره بنده تویم. گر برانی، گر برانی و گرم بنده مخلص خانی، چی مرا بد بدانی چه خوب. روی ناامیدیم از حضرت سلطانی نیست. کجا ما میخواییم بوریم؟ ناامید از در لطف تو کجا خواهد رفت؟ خدا تو ببخشای که درگاه تو را ثانی نیست. پروردگارا اعمال شکسته و ریختی ما را به فضل و کرم خودت قبول بفرما، توفیقات ما را روز افزون بفرما، حوائج منظوره همه مؤمنین و مؤمنات و حوائج منظوره را برآورده بخیر بگردان. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن، همه با هم بخوانیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أبيك أعرف الدقالة منيقم آمين بقوين برندي. خدايا ما تا الان گناه کردیم، از در تو فرار کرده بودیم، الان بر میگردیم به سوی تو. خدایا گناهان گذشته ما را بیاموز. خدایا ما از تمام گناهان خود به سوی تو فرار میکنیم. الامیر بگوین اللهم انا نبره من کل ما لیس فیه رزاق، یعنی خدای از هر چیزی که تو راضی نبودی حتی اگر فعل مباح بوده ما براعت می جویم. خدای ما از تمام او چیزایی که تو راضی نبودی بیزاریم، به ما توفیق بده در آینده از جمله منتظران باشی. خدایا ام تو از ما راضی باش و ام ما را از خود راضی بگرد. و علی ارواح من مات علی الایمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.